با عرض سلام خدمت عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، مجلس فقهی امشب را با قرائت فاتحه آغاز میکنیم. برادر مکرم افشین خان ساجدی، بفرمایید. چش قربان. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجأ السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب ولی شاه قدس الله مرقده الشریف، الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى معهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما حدا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح ثم اهتدى. صدق الله العلي العظيم. آياتي قرأت شد خدمتكم السوره المباركه طه. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. در اینجا خطاب به بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یک دشمنان سرسختی همیشه در طول تاریخ آل یعقوب و بنی اسرائیل سر راهشون قرار می گرفتن و جنگ های زیادی رو بهشون تحمیل می کردن، فشارهای زیاد سیاسی و نظامی بهشون می آوردن، قصدشون این بود که اون سرزمین رو تصرف کنند. اتفاقاتی که در قرآن نقل شده مربوط به قبل از میلاد، یعنی زمانی بسیار دوره، اما ما مشاهده میکنیم که بعد از میلاد باز اون نقطه یعنی بیت المقدس یعنی اورشلیم محل جنگ های صلیبی بوده. یعنی جنگ شرق و غرب، جنگ اروپا از یک سو و جنگ سپاهی به سرکردگی صلاح الدین ایوبی که به جنگ های صلیبی معروفه، برای چی بوده؟ برای تصرف بیت المقدس که سکونتگاه کی بوده؟ سرزمین کنعان
وقتی در قرآن مجید گفتیم بارها Promised Land لتق پخومیز یعنی ارز موعود، به کی وعده داده شده بوده؟ اما این سرزمین که به بنی اسرائیل و وعدناکم یعنی وعده دادیم به شما، به کی داره میگه؟ این کم زمینیه که به کی برمیگرده؟ به بنی اسرائیل. انجیناکم یعنی نجات دادیم شما را، این کم به کی برمیگرده؟ بنی اسرائیل. من عدوکم این کم به کی برمیگرده؟ به بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم و نزلنا علیکم المن و السلوى و رزقناکم. اینها همش خطاب به بنی اسرائیله. از یک سو خداوند میفرماید قد انجیناکم من عدوکم، یعنی ما رو شما رو از اون چنگال دشمنان که برای شما تیز شده بود نجات دادیم، و در جانب طور الایمن شما رو حرکت دادیم و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، و راههایی در اختیارتون گذاشتیم برای اینکه از اون نهرهای 12 گانه آب بردارید بنوشید، و من و سلوار از آسمون بر شما نازل کردیم برای اینکه کلوا من طیبات ما رزقناکم، از این غذاهای پاک و پاکیزه که ما روزی کردیم برای شما بخورید. برید به اون سرزمینی که ما معین کردیم که شما در اونجا سکونت کنید. دعوا سر این سرزمین است، هم پیش از میلاد هم بعد از میلاد. بارها و بارها این سرزمین دست به دست شده، دشمنان حمله می کنند از شمال، از جنوب، از شرق، از غرب، با تسلیحات، با تجهیزات، با آمادگی های بسیار برای اینکه مقاومت ساکنان این سرزمین رو در هم بشکنن و اونجا رو تصرف کنن. وقتی دشمن شرش کم میشه قرآن میفرماید قد انجیناکم یعنی ما شما رو نجات دادیم، من از شر عدو بکن دشمنانتون، یعنی وقتی اینا رویارویی میکنن با دشمنانشون و بر دشمنان غلبه میکنن، خداوند میگه ما سبب شدیم که این غلبه بر دشمن و نجات از شر دشمن برای شما ارزانی بشه. از جانب دیگه هر بار که این اتحاد و ائتلاف بین بنی اسرائیل، چون مشاهده میکنید که خطاب همه جا به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی 12 سبط آل یعقوب، همشون خطاب به اوناست، اما اگر بین اونها تفرقه بیفته بین اثبات بنی اسرائیل به هر دلیلی تفرقه بیفته و اون اتحاد و ائتلاف به هم بخوره، اون وقت آسیب پذیری زیاد میشه، ضرب پذیری زیاد میشه، یعنی ید الله مع الجماعت، یعنی دست خدا همراه با جماعت، یعنی وقتی همشون با هم دیگه اتحاد و ائتلاف داشته باشن اون وقت خداوند نصرت بهشون میده برای اینکه پرچمشون به زمین نیفته و شر دشمن از سرشون کم بشه. اما اگر زمانی که بینشون تفرقه میفته، یعنی اون خطاب بنی اسرائیل که باید به جمعشون، اون وقت اینجاست که مشکل ایجاد میشه. میفرماید ولا تدخلوا فیه فیحل علیکم غضبی، یعنی نتیجه، یعنی
شرط بهرمند شدن از نصرت الهی این جمعیتشونه، ائتلاف و اتحادشونه در اون سمت و سویی که خداوند معین فرموده. اگر این اتحاد و ائتلاف به هم بخوره، فیحل علیکم غضبی، اینها این موقعیت خاص رو که خداوند براشون ارزانی کرده از دست میدن، یعنی نتیجه قهریش این میشه که این اختلاف سبب آسیب پذیری میشه و دشمن غلبه میکنه. قرآن به این ترتیب تعبیر میکنه، از فیحل یعنی حلول میکنه بر شما، علیکم بر شما غضبی، غضب خداوند، یعنی مورد غضب قرار میگیرند که این همه نعمت، این همه برکت، این سرزمین، این همه پیغمبران، این همه آموزش ها، اینها برای چیه؟ برای اینه که شما کلوا من طیبات ما رزقناکم، که از این همه نعمتی که خداوند ارزانی شما کرده بخورید و بهرمند بشید و رو اون خط مشی که خداوند بهتون و پیغمبران خداوند به شما اراده داده بهرمند بشید. اما اختلاف سبب میشه که این وحدت به هم بخوره، اون وقت غضب بر شما حاکم میشه، اون عنایت برداشته میشه و من یحلل علیه غضبی فقط هوا نصیبتون میشه، یعنی شکست میخورید، اون زمینتون رو از دست میدین، سرزمینتون رو از دست میدین و ناچار به هجرت و پراکندگی میشین. اما و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. اما به محض این که و ان اتم ادنا، به محض این که برگردید و دوباره زیر همون بیرق جمع شید، زیر همون پرچم جمع شید، بر سر همون پیمانی که با پیغمبران داشتید برگردین، دوباره مشمول رحمت خدا میشین، مشمول غفران خدا میشین و دوباره همه اون بهره های ذکر شده در کتاب مقدس نصیب شما میشه. به همین دلیلی که ما وقتی به تاریخ بنی اسرائیل نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که توش پر از فراز و فروده. یه موقع ملک داوود علیه السلام، یه موقع ملک سلیمان علیه السلام که بنا به آیات قرآن مجید نظیرش به هیچ بنی بشر دیگری عطا نشده و نخواهد شد. در قرآن ذکر شده، خاص بنی اسرائیل و خاص سلیمان نبی بود. در اوج شکوه و فراوانی و اقتدار قرار می گیرند، هم به لحاظ بهره های دنیوی و هم به لحاظ بهره های معنوی. اما یه موقعی هم هستش که جباران میان و از اختلافات داخلی بینشون، بین اسباط سوء استفاده میکنن و اینها رو در هم میشکنن، آوارشون میکنن، یذب به ابناءهم و یستحیی نساءهم، همون ماجرایی که عرض کردم در مجلس پیشین که وقت دست تطاول و تجاوز و تعرض فرعونیان دراز میشه که قرآن میفرماید اینها کسانی بودند که طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. اینها آدمای یعنی این طاغوت ها که کارشون طغیان کردنه، زیر پا گذاشتن حقوق بشره، زیر پا گذاشتن حقوق شهروندیه، زیر پا گذاشتن اصول انسانیه، همونایی که ازشون به طاغوت و به جبار تعبیر شده و در تفاسیر ازشون به دجال نام برده میشه، اینها
آماده هستند که به محض اینکه یک جایی یه نقطه‌ای در جهان در دفاع از خودش ضعیف بشه به علت اختلافات داخلی، بلافاصله برن به سروقتش و خاک اون سرزمین رو به توبره بکشن و یدب به ابناءهم، مردانش رو، پسرانش رو بگیرن و سرشون رو ببرن، ذبحشون کنن و زنان و دخترانشون نگه دارن برای اینکه ازشون استثمار و بهره کشی بکنن. و این فراز و فرود بیان شده از همون داستان حضرت یوسف علیه السلام به بعد. ما مشاهده میکنیم این فراز و فرود رو، این نوسان ها رو مشاهده میکنیم، یعنی طبیعی قهری که به وقوع میپیونده. اینها جنبه بازگویی تاریخ رو داره، اما در این حال جنبه نصیحت و وعظ و موعظه داره. و همیشه این همه پیغمبر که در میان بنی اسرائیل ظهور کرده، در هیچ قومی به این ترتیب رشته انبیاء نبوده و در سوره طه و لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخافوا درکا. بفرماید شما این کاری رو که ما بهت رهنمود میدیم انجام بده و باک نداشته باش، خشیه بر شما غلبه نکنه. اون چیزی که من گفتم مسئولیت خیلی عظیمیه. بنی اسرائیل داره تو مصر زندگی میکنه و با تمام اون شرایط غیر انسانی که فرعون براشون پیش آورده، داره خودش رو انطباق میده که بتونه زندگی بکنه. حالا موسی علیه السلام فرستاده شده که این موازنه منفی به ضرر بنی اسرائیل رو به هم بزنه و اینها رو حرکت بده به عرض موقعیت. و این مسئولیت خیلی بزرگیه. فقط عرض کردم خدمتتون درگیری با فرعون نیستش. هدایت این قوم از درگیری با فرعون اهمیتش خیلی بیشتره. به همین دلیل هر لحظه به خاطر تمام فراز و فرودها تو این قوم، خب سامری هم تو همین قوم، درگیری با فرعون در خارج نیست، مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل آیه قرآن می‌فرماید شما پیروز میشی، مواظب باش که خشیه بر شما غلبه نکنه. یعنی کوچکترین بیم و ترس و حراسی از اینکه موفق نشی به ذهن راه پیدا کنه. و این اتفاقات میفته. اینها برای بازگویی تاریخ نیست، برای بازگویی به قصد روشن کردن هدفیه که خداوند توضیح میخواد بده، یعنی سرنوشت جباران چی میشه، قطعاً چی میشه سرنوشت جباران به کجا کشیده میشه. فغشیهم من الیم ما غشیهم، یعنی اینا همشون تو گلولای کف دریا پوشیده شد، حتی جنازه هاشون هم به سختی تونستن در بیارن. به این وضعیت تو مرداب ها اینا سرنگون میشن و نابود میشن و خداوند نجات بوده، نجات دهنده است. یا بنی اسرائیل قد انجینا. و این تاریخ دائم تکرار میشه، هم پیش از میلاد این اتفاقات میفتاد و قرآن نقل کرده، هم بعد از میلاد دوباره این اتفاق و میفته پیوسته، هم در دوران معاصر
هم در دوران جنگ های صلیبی هم قبل از اون مقیم همیشه یه جبارانی بودند که میخواستن سرکشی کنند، طغیان کنند، اصول انسانی رو به بهانه های واهی زیر پا بذارن. همیشه جباران خودشون رو ان فرعونه علی فی الارض، عرض کردم خدمتتون در جلسه قبل، یا خودشون جای خدا میذارن، میخوام برای همه تسلیم بگیریم. عرض کردم یک بلایی مثل بلای آدولف هیتلر این برای بنی اسرائیل زیاد به وقوع پیوسته، یعنی کسانی که جبارانی که در گوشه و کنار تاریخ سر در میارن به قصد امحاء بنی اسرائیل، به قصد امحاء که اینا رو نابود بکنه، بنی اسرائیل نابود کنه، یعنی کمتر پیش میاد، یعنی ممکنه که جنگ ها در بگیره برای تصرف سرزمین ها یا برای خلع ید از متصرفین، نه، اما اینی که یه جنگی به راه بیفته به قصد اینکه یه قومی محو بشه اصلا، این خیلی کم پیش میاد، اما در تاریخ بنی اسرائیل زیاد پیش اومده، خیلی زیاد پیش اومده. جباران بودن که اومدند و خواستند این سرنوشت شوم رو برای بنی اسرائیل رقم بزنند، اما دست قدرت الهی مانع شده. در زمان هخامنشیان دقیقا دوباره داشت همین اتفاق می افتاد، یعنی میخواستن که اون دین سالارانی که در حاشیه در جامعه بودن توطئه کرده بودن برای قتل عام بنی اسرائیل در اون سرزمین وسیعی که تحت شمول شاهنشاهی هخامنشی، ولی یک شب پیش از اینکه اونها اقدام به این عمل جنون آمیز بکنند، درست اون سرنوشت شومی که میخواستن برای بنی اسرائیل رقم بزنن به سر خودشون اومد در دوران خشایارشا و خداوند نجاتشون داد از توطئه شیطانی دشمنانشون. پس مشاهده میکنید که بسیار زیاد چون این اتفاقی به قصد نابود کردن بنی اسرائیل آل یعقوب صورت گرفت. و خداوند می‌فرماید اگر به عهدی که خداوند با شما بسته متعهد و پایدار باشی، خداوند نصرت خودش رو شامل احوال شما می‌کنه. و نشون میده که این وعده تحقق پیدا کرده بود و باز هم تحقق میتونه پیدا کنه. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضی باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم بی ولای آن ولی لاف از ولایت چون زنند دمز و صاف ولایت با ولا باید زدن با لوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تا
تابلو در زیر گلیم آخر چرا باید زدن؟ جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. نفس خیر المرسلین است دان ولی کردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا لا فتا لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. برادر مکرم امیرعلی خان لبا فاتحة الاولیا رو قرائت بفرمایید. از جهت ترویح ارواح مطهره مقدسه انبیا و اولیا، علی الخصوص خاتم الانبیا و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین و جمیع مشایخ ائمه اثنی عشر، و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله فرجه الشریف، و از جهت ازدیاد قوت ظاهر و باطن جمیع راهنمایان دین، خصوصا حضرت آقای درویش وارسته، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک، و از جهت اصلاح امور ظاهری و باطنی و گشایش سوری و معنوی و ازدیاد ذوق و شوق فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی مجذوب علی شاهی، الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خواهران و برادران مکرم، ایمانی مجلس تقریب در اینجا اختتام پیدا کرد. برادر مکرم فرزاد خان بفرمایید. چشخواب آدم آمد، دم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را هم دم آمد، هوا را هم دم آمد، آدم آمد، دم دم آمد، هوا را همدم آمد، هاهو 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 هاهو.
خواهران و برادران مکرم ایمانی، شما عزیزان رو تا مجلس دیگه به خدای بزرگ میسپرم. از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. انشاءالله خدا شما عزیزان رو در کنف عنایت و حمایت خودش حفظ بکنه. خدا نگهدار.